سلام و وقت بخیر با مجموع خبرین ساعت از نورین خوش آمدید. در آغاز سر خط خبرها. با تعیین شدن رئیس پیشین شورای عالی سال بر تلاش رهایی انس حقانی از زندان، نگرانی ها از افزایش جنگجویان خارجی در ولسوالی های نامن بدخشان، و متهم شدن آمریکا بر تلاش از بین بردن توافق هسته ای ایران. با مشروع خبرها خوش آمدید. من سید موسی سادات هستم. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی با تازگی فاش کرده که سید حامد گیلانی با همکاری و هدایت مستقیم یک تن از افراد کلیدی حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا انس حقانی را آزاد کند. انس حقانی فرد دوم شبکه حقانی و یکی از شناخته شده ترین توریست هایی است که در سال 1393 توسط امنیت ملی دستگیر شده است. سید حامد گیلانی رهبر حزب محاز ملی افغانستان چند روز پیش در یک سخنرانی علنی ادعا کرد که رهبری طالبان در پاکستان نه بلکه در داخل خاک افغانستان وجود دارد. اما حالا ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه این گفته های آقای گیلانی را غیر مسئولانه خوانده است. مردم و دولت افغانستان همیشه از تلاش های سازنده برای رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات در کشور پشتیبانی می نماید. اظهاراتی که صورت گرفت، اظهارات غیر مسئولانه ناشی از عدم اطلاعات دقیق می باشد. ادعای حضور رهبری طالبان در داخل خاک افغانستان برعکس واقعیت های ثابت شده با تمام جهانیان و مردم افغانستان می باشد. اطلاعات موثق ریاست عمومی امنیت ملی بیانگر آن است که رهبران طالبان و سایر گروه های تروریستی در آن طرف خط دیورن و در شهرهای بزرگ پاکستان حضور دارند و از همان مراکزشان علیه دولت و مردم افغانستان عملیات های توریستی خود را سازماندهی و هماهنگی می نمایند. اما بعد تازگی رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که سید حامد گیلانی با همکاری و هدایت مستقیم یک تن از افراد کلیدی حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا انس حقانی را آزاد کند. سید حامد گیلانی چندمین بار است که یکی از مسئولان خطرناک شبکه حقانی را به اسم شیرخان از اسلام آباد پاکستان به کابل توسط وسایط نقلیه خود انتقال داده و زمینه ملاقات او را با انس حقانی فراهم کرده است. این در حال است که حکومت دقیق می‌داند حملات انتحاری در کابل اکثرا از جانب شبکه حقانی صورت گرفته است، ولی مسئولیت آنها را به اصطلاح داعش بر دوش دارد. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تمام هموطنان و سیاسون تقاضا می نماید که از اظهارات غیر مسئولانه که برخلاف منافع ملی و به نفع دشمنان مردم تمام می شود پرهیز نمایند. گفتنیست از میان افرادی که به جرم فعالیت های تروریستی در زندان های دولت افغانستان به سر می برند، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی نیز شامل است. انس حقانی فرد دوم شبکه حقانی و یکی از شناخته شده ترین توریست هایی است که در سال 1393 توسط ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستگیر شد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته است که در سال گذشته میلادی هر روز بیش از 1200 افغان با دلیل منازعات مسلحانه مجبور به ترک مناطق مسکونیشان شدند. این دفتر در نخستین هفته سال روان میلادی در گزارش گفته است سال گذشته میلادی بیش از 448 هزار افغان از مناطقشان به جاهای دیگر بیجا شدند و بر بنیاد این رقم به صورت اوسط روزانه بیش از 1200 به ترک منازلشان مجبور گردیدند. بیشترین خانواده های بیجا شده که شمار آن به 123538 تن میرسد در ولایت ننگرهار بیجا شدند. پس از آن 39550 خانواده در کندز و 26659 خانواده در بادغیز بیجا شدند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارشش ارقام برگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان را نیز اعلام کرده است که اسناد قانونی نداشته و مجبور به بازگشت گردیدند.
در سال گذشته میلادی با تعداد 462,316 تن مهاجرین افغان که در ایران و پاکستان اسناد قانونی نداشته و به کشورشان برگشتند، در این میان 98,191 تن از ایران و متبقی شامل مهاجرین می شود که از پاکستان اخراج شدند. از سوی دیگر در گزارش گفته شده است که نظر به آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، 58,817 مهاجر دارای مدرک در جریان سال گذشته میلادی از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان داوطلبانه عودت کردند. اوچا در این گزارش همچنان از مسدود شدن یک کلینیک صحی به دلیل نبود امکانات مالی در ساحه سرحدی اسلام قلعه میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. از سوی دیگر در این گزارش گفته شده که در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی ولایت بادغیس، 8 مرکز صحی را که طالبان بسته بودند بازگردیده است. همچنان اوچا از رهایی 3 کارمند صحی و 2 کارمندشان در ولسوالی چخچران ولایت غور خبر داده است. این افراد در روزهای نخست سال روان میلادی توسط طالبان ربوده شده بودند، اما به گفته اوچا پس از یک روز رها گردیدند. رئیس و برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان از حضور دوامدار مخالفان مصالح حکومت با ویژه جنگجویان خارجی در ولسوالی های وردوچ و یمگان این ولایت ابراز نگرانی کرده میگویند مدت 3 سال می شود که این دو ولسوالی در تصرف مخالفان مصالح حکومت قرار دارند، اما در این مدت زمان حکومت تا هنوز در قسمت بازپسگیری این ولسوالی ها هیچ اقدام جدی نکرده است. شمار مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که امکنون دامنه اینو امنی ها از ولسوالی های وردوچ و یمگان به نوع ولسوالی دیگر این ولایت کشانیده شده و افزون بر آن مخالفان مصالح حکومت در ساعات تحت ادارهشان مادن این ولایت را استخراج کرده و از این طریق پول هنگفتی به دست می آورند. به صورت مطلق ولسوالی های وردوچ و یمگان در کنترل مخالفان مصالح حکومت هستند و افزون بر آن ولسوالی های جرم، بهارک، ارغنچخوا، یفتل، کوهستان و راغستان 50%، 70%، 20% و 15% اراضی این ولسوالی ها هم در تسلط گروه های حراس افغان قرار دارند. اما احمد فیصل بیگزاده ولی بدخشان میگوید حکومت مرکزی اراده قاطعی برای تامین امنیت و سرکوب عراس افغانان دارد و به زودی ساحات ناامن بدخشان از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی خواهند شد. نیروهای امنیتی بدخشان به تنهایی نمی توانند، اینها به کمک هوایی و زمینی ضرورت دارند و هر زمانی که نیروهای تازه به بدخشان برسند و به همکاری نیروهای بدخشان بشتابند و به حمایت مردم بدخشان انشالله ما مطمئن هستیم که این مشکل هم رفع می شود. از جانب دیگر برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان عامل اصلی ناامنی را در این ولایت ساخت و ساز جاده ابریشم و وصل شدن افغانستان به کشور چین، کشور آسیای میانه و برخی کشورهای دیگر عنوان کرده میافزایند که این مسئله ظاهرا قابل پذیرش برای برخی از کشورهای منطقه نبوده و میخواهند که با جابجا کردن جنگجویان خارجی دامنه تنش را در ولایت‌های شمال شرق کشور سرعت ببخشند تا مانع ساخت و ساز این راه تاریخی شوند. گفته نیز بدخشان در قسمت شمال شرق کشور قرار داشته و با تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد. ولایت ننگرهار در سال 2017 مرگبارترین ولایت برای نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان بود. از جمع 21 نظامی آمریکایی که سال گذشته در افغانستان کشته شد، بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده 7 تن آنان در ننگرهار کشته شدند. در سال 2016 نیز 16 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده است. گرینبرت نظامی آمریکایی در نخستین روز سال 2018 میلادی در جریان عملیات در ولایت ننگرهار کشته شد و کم از کم 4 همقطار وی در این رویداد زخمی شدند. تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان در مقایسه به چند سال پیش به مراتب کمتر است، اما کشته شدن کم از کم 7 نظامی تنها در ننگرهار نشان دهنده شدت جنگ در این ولایت میباشد. در سال 2010 زمانی که 100,000 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر بود، 499 سرباز آمریکایی در آن کشور کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اساس استراتژی جدید نظامی برای افغانستان به فرماندهان آمریکایی مستقر در آن کشور صلاحیت بیشتر عملیاتی داده است تا تندروان طالب و داعش را هدف قرار دهند. نظامیان آمریکایی که در کنار قوای امنیتی و دفاعی افغان از چند سال به این سو بر ضد تندروان داعش در ولایت ننگرهار می‌جنگند، سال گذشته بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر موازی این گروه در ولسوالی اچین این ولایت پرتاب کرده. جان نیکلسن فرمانده نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه نوامبر
رهبر گفت که قوای آمریکایی از مارچ 2017 تا آن دم حدود 1400 عملیات هوایی و زمینی را بر تندروان داعش در ننگرهار انجام داده و دامنه حضور این گروه را از 9 ولسوالی به بخشای از 3 ولسوالی محدود کرده است. با این حال المان و کندهار به گونه تاریخی مرگبارترین ولایت ها برای نظامیان خارجی مستقر در افغانستان بوده است، طوری که بر اساس ایمار وبسایت آیکا لوتیس از آغاز تهاجم بر هبل ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 میلادی تا اکنون بیش از 1500 نظامی آمریکایی تنها در این دو ولایت کشته شده است. از آغاز تهاجم بر رهبری ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 تا اکنون 2408 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته و پیش از 20000 نظامی دیگر در این کشور زخمی شده است. همچنان حدود 1140 نظامی سایر کشورها از 2001 میلادی تا اکنون در افغانستان کشته شده است. این بود خبرهای داخلی و اکنون چند خبر خارج از کشور. گزارش ها در رسانه های آمریکایی حاکی است که وکلای دونالد ترامپ در حال گفتگو با محققان پرونده روسیه هستند. چون گفته می شود این محققان خواهان مصاحبه با رئیس جمهور آمریکا هستند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع نزدیک با آقای ترامپ نوشته که رابرت مولر سرپرست تحقیقات پرونده روسیه احتمالاً ظرف چند هفته خواهان مصاحبه با آقای ترامپ خواهد شد. تیم حقوقی آقای ترامپ هنوز رسما این گزارش‌ها را تایید نکرده است. آقای مولر دادستان ویژه که زمان مدیر FBI بود از سوی وزارت دادگستری مسئول تحقیق درباره احتمال تبانی میان ستاد مبارزات آقای ترامپ و روسیه در جریان انتخابات سال 2016 میلادی است. از زمانی که این محققان اتهامات را علیه اعضای سابق استاد انتخاباتی آقای ترامپ مطرح کردند، تنش‌ها میان آقای مولر و رئیس جمهور افزایش یافته است. دولت آقای ترامپ تبانی با روسیه در جریان انتخابات را تکذیب می‌کند. با نوشته واشنگتن پست آقای مولر احتمال مصاحبه با رئیس جمهور را ابتدا در آخر ماه دسامبر در ملاقاتی با وکلاش جان دادجی سیکلو مطرح کرده. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای محفل ریاست جمهوری که به شرط فاش نشدن نامش سخن می‌گفت نوشته این قضیه سریع‌تر از آن که خیلی‌ها تشخیص می‌کنند پیش می‌رود. واشنگتن پست و شبکه NBC گزارش می‌دهند که وکلای آقای ترامپ علاقه‌ای ندارند به او اجازه دهند که در یک جلسه رو در رو به سوالات آقای مولر پاسخ دهد. در حال بررسی ارائه پاسخ‌های کتبی به برخی از سوالات هستند. به گزارش NBC که 3 فرد نزدیک به موضوع نقل قول کرده، گفتگو میان دو طرف مقدماتی و در جریان است. تیم حقوقی آقای ترامپ بدون تایید این گزارش‌ها به اردو رسانه گفت کاخ سفید به همکاری کامل با دفتر دادستان ویژه رابرت مولر ادامه می‌دهد تا امکان به نتیجه رسیدن هر چه سریع‌تر این روند فراهم شود. سخنگوی آقای مولر هم از هر گونه تایید تا تکذیب این خبرها خودداری کرده است. دادستان ویژه علاوه بر تحقیقات مربوط به روسیه درباره این موضوع تحقیق میکند که آیا آقای ترامپ و نزدیکانش به اخراج جیمز کومی مدیر FBI برای کارشکنی در مسیر عدالت تلاش کردن یا نه. و خبر اخیر این که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و مسئول اجرای توافق اتمی برجام در ایران از جامعه جهانی خواسته تا خود را برای خروج احتمالی آمریکا از این توافق آمادگی کند. معاون وزارت خارجه ایران گفت حرکت آمریکا در راستای از بین بردن برجام است و اضافه کرده که آنان در ایران برای هر سناریوی آمادگی دارند. آقای عراقچی که در کنفرانس امنیتی تهران سخنرانی کرده خروج آمریکا از برجام را متحمل دانسته و گفته بیش از یک سال است که رئیس جمهور آمریکا با تمام تلاش خود در پی این است که برجام را از بین ببرد. جامعه بین الملل باید برای این مرحله آمادگی داشته باشد. معاون وزارت خارجه ایران گفته حرکت آمریکا در راستای از بین بردن برجام است و اضافه کرده که آنان در ایران برای هر سناریوی آمادگی دارند. همزمان 52 کارشناس امنیتی در آمریکا خواستار حفظ برجام شدند. با گزارش رویترز اینها شامل افسران بازنشسته ارتش اعضای کنگره و سفرهای سابق آمریکا هستند که در نامه در روز دوشنبه دونالد ترامپ را تشویق کردند برجام را به خطر نیاندازد. نام ریچارد لوگار رئیس جمهوری‌خواه سابق کمیته روابط خارجی سنا و پال اونیل وزیر دارایی سابق در دولت جورج بوش از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. مایکل هیدن مدیر سازمان امنیت ملی از دیگر امضا کنندگان این نامه است. ده‌ها شهر ایران برای حدود 10 روز شاهد اعتراضات ضد دولتی بودند. بسیاری از معترضان خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند. در این اعتراضات 21 نفر کشته و بیش از 2000 نفر دستگیر شدند که شمار از آنها آزاد شدند. توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، ایالات متحده 2 سال پیش به دست آورد و دولت آمریکا
آمریکا مطابق آن باید دستور رفع تحریم‌های مرتبط با فعالیت اتمی ایران را در ماه جاری میلادی تمدید کند. با توجه به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به برجام که بارها آن را یک توافق بد خوانده و در آخرین اقدام از تایید اجرای تعهدات ایران در گزارش به کنگره آمریکا خودداری کرده، احتمال خروج آمریکا از توافق مطرح شده است. آقای عراقچی در توصیف رفتار رئیس جمهور آمریکا در برابر برجام گفته ترامپ در تلاش است که یک تجربه موفق بین‌المللی را تبدیل به یک تجربه شکست خورده کند و این موضوع هم برای نظام بین‌الملل و هم نظام عدم اعاشا و همچنان امنیت منطقه‌ای خطر بزرگی است. معاون وزارت خارجه ایران گفته برجام تنها تجربه حل و فصل مسالمت آمیز یک بحران و یک درگیری در زمان معاصر است و شاید ما در وضعیت کنونی هیچ نمونه مشابه دیگر مثل آن سراغ نداشته باشیم. در شرایطی که مواد تصمیم گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید دستورات اجرایی رفع تحریم های اتمی علیه ایران نزدیک است، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است برای گفتگو با اعضای اروپایی توافق هسته‌ای اواخر هفته به بلژیم سفر کند. با براست سپاس از همراهیتان تا اکنون. این بود مجمع خبرین ساعت نوری که از طرف آژانس خبری مکتب خانه شهید مسعود به شما تقدیم شد. از شما خواهش مندیم تا با برنامه‌های بعدی نوری باشید. شب بر همگان خوش.